که شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. من همزه است که روی پوشیده از شهر می گذرد و از غبار راه پوشیدم. برادر، دشمنم خونخوار امشب، هر شب بزار چهارصد دو سال هوای خانه ظلمتباره. امشب چراغی بر سر راهم بگیرید که دیو شهر بیدار. امشب این شعر رو ابوالحسن اصلانیان سروده. ابوالحسن اصلانیان نام اصلان اصلانیان رو برای خودش انتخاب کرده بود، از بچه های چریکای فدایی خلق بود. برادر بیقراره، برادر کاکلش آتش نشونه، یادتونه شعار جمهوری اسلامی پلید بود هست هنوز؟ شعرش مال امیر عباس، چند سال فوت کرد، چریک فدایی خلق بود، با شجریان اینا هم رفیق بود و با همه فدایی خلق بود دیگه. فران زمان محمد شام زندان، این بدبخت وقتی برادرش کاکل نشونه بود مزخرفات سرود مثل چریکای فدایی خلق. و اسم امیر پرویز پویان رو توی اون سروده قبلیش میگه، بنیانگذار چریکای فدایی خلق. اینا بدبخت ها نمیدونستن، بیشورا نمیدونستن که اینا نوکر بیگانن، نمیدونستن که اینا دارن برای بیگانه کار میکنن. امروز میخوام اسرار مهمی رو به شما بگم و خواهش میکنم نه تنها گوش میکنید، به اطلاع همه برسون. نماز شب خون که نیستید، ولی میدونم بودید یه زمانی. از نماز شب این برنامه امروز سیاوش اوستا برای شما مهم داره. با دقت که گوش میکنید، روش میرید، باز میکنید، تحقیق میکنید. بچه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی اینها رو باز میکنن، برنامه میسازن، میرید ازشون استفاده میکنید. الان خیلی شبکه‌های خردمند و فرهیخته و فهمیده چرت پرتا رو ول کنید، یا ایجار جنجال بازی و لخدا پوشی رو ول کنید. برنامه سازانی هستند گمنام که اینها کارهای شاهکار انجام میدن. یک نمونه رو بهتون میگم، روی فیسبوک یا روی یوتیوب، مثلا روی یوتیوب شما میتونید برید دنبال کنید، قاصدک، شبکه قاصدک رو روی یوتیوب برید ببینید چه کارهای نازنین و بزرگ و خوبی پژوهشی برای شما انجام دادن. مؤدب. حالا امروز اون چه من میخوام به شما بگم تو همین رابطه است. امیر پرویز پویان، مجید و مسعود احمدزاده رو من میشناختم. اینا پایه‌گذاران مجاهدین خلق، نه چریکای فدایی خلق بودن، ولی با مجاهدین خلق پایه‌گذارش رفیق بودن. مسعود رجبی که مثلا مشهدی بود، تبست به دنیا اومده بود شهر ما، اینا ما اینا رو از بچگی میشناختیم. یعنی من همیشه گفتم مثل پسرم، پسر من امروز 10 سالشه، ولی این همیشه دوست داره با بزرگا بشینه، با بزرگا برخورد بکنه. آریا جردن میگم، آره، اینجا نشسته در برنامه منم همه رو میبینه، تا دیر وقتم با من بیدار هست، مثل دخترم مورگان که همین طور بود شیوا، الان رئیس یک رادیو، رئیس رادیو پاریس هست. آریا جردنم همیشه دلش میخواد با بزرگا بازی کنه، با بزرگا و بچه های کارهای بزرگ انجام بده. من از بچگی منم همینطور بودم، منم همینطور بودم. و سیلتوپلی نو سر بیزی پالیسی دو تو اون موقع امیر پرویز پویان، بچه از من خیلی دفعش 10 سال بزرگتر بودن، مجید محسن احمدزاده، مسعود احمدزاده و دیگر اینها. ما نمی‌دونستیم اصلا مجاهد خلق یعنی چی، چریک فدای خلق یعنی چی. می‌دونید بچه خوبی هستن، خونه بابای علی شریعتی، شارلاتانی هست علی شریعتی، باباش استاد محمد تقی شریعتی، خونه پدر ما رفت آمد که داشتیم، ایشون رو بچه ها رو اونجا می‌دیدم. حالا مثل همه آدم های دیگه عادی، نه شاخ داشتن نه هیچی، ولی اینها مجذوب و
دیوانه دشمن و بیگانه شده بودن و اینا رو شکار میکرد. حالا دشمن و بیگانه میخوام بهتون بگم چجوری عمل میکنه، اینش مهمه که ما نمیفهمیم. سازمان های جاسوسی کارهایی که انجام میدن مناطقی که نمیفهمیم، که سازمان های جاسوسی کارشون رو مخفی انجام میدن. مثلا میخوان کاری بکنن، توسط یک دوستی نزدیک یک کسی بغلت میکارن، لباس گدایی میپوشه، گدایی میکنه، یا میاد رفیق تو میشه، بهت کمک مالی میکنه، به تو ساندویچ میده، چروکه آب میده، برات خانم میاره. اینا جاسوسی یعنی این، یعنی تو نمیفهمی یارو کیه. بعد مثلا مخالف تو اگه هست، کاسه از آشتاختر برای تو هست، تبلیغ تو رو میکنه، داد تو رو میزنه، فریاد تو رو میزنه، احترام به تو میزنه. اینا برای چیه؟ برای که بتونه به هدفش برسه. جاسوسی کارش اینه که همرنگ تو بشه. مثلا یکی از کار جاسوسا که انجام میدن تو ایران چیه؟ میدونن این علی خامنه‌ای سید ننه باباش و بابا بزرگش، اینا فاطمه زهرا، حسن حسین علی، اینا که دوست دارن، خودش که جاسوس هست هیچ، خودش و خاندانش و روحانیت که اصلا انگلیس اینا رو ساخته، با پول عرب تغذیه شده حوزه علمیه و روحانیت، اونا که جای خود. ولی برای که خرم بشه میاد آقا اول فصل العباس فاطمیه دهیه فلان، چون میگه خوشش میاد، نه باباش دارن تقویت میکنن. کار جاسوسی اینه، یعنی هر کسی که اینجا پیشینش سوزوند، ریش گذاشت، تصویر ازش گرفت، از این زرازت بدون این جاسوسه و جاسوس و فرصت طلب. و ما الان که این موارد جنسی پدید اومده و هزار یک مورد تو 40 سال اخیر که این حرومزاده حکومت دستشون هست، که دیگه روشن شده هر جنایت اینا میگن علی خامنه‌ای میبخش، همشون جاسوس هم از دم. شما فکر نکنید که ایران یک نفر از اینا دلش بار ایران میسوزه. اونایی که دلشون بار ایران میسوزه اینا نابود کردن، حذف کردن. وقتی که میخونه بیگانه در ایران است و بیزارم از دین شما، این دین و این آیین و این بیگانگان 1400 سال اومدن اینجا، ما رو پدر مونده بودن، بعد ملت بیغیرت، مردم بیشرف، دختران شما تجاوز، دزدی، هزار و یک کار دارن میکنن توی مملکت که ننگ بشریت. شما اونجور نگاه میکنید، رد میشید، تریاکتون رو میزنید، تفریحتون رو میرید، شمالتون رو میرید، مشروبتون رو میخورید، مهمونیاتون رو میدید، به فکر میهنتون نیستید. کشتن از جون باید گذشت، چو ایران نباشد تن من مبادی، که فردوسی علکی نگفته. هزاران سال اگه ایران مونده به سلحشوریست که الان این زنهای ما رو هر روز میبینید با چه سلحشوری و شجاعتی در برابر اینها وای میستن. شما یکیتونید که وای نمیسته، هیچ دفاع نمیکنین از اونا. حالا من میخوام به شما ها یک عرض مهمی امروز بکنم، یه سند مهمی ارائه بکنم. اون اینی که بارها من گفتم، تحلیل کردم، سند گذاشتم براتون، که در ایران ما بیگانه حاکمه. بیگانه فکر نکنید یک کشور یا دو کشور، یک گروه جمعی هست، یک تفکر جمعی جهانی هست که اینا از هزاران سال پیش نابودی ایران رو میخواستن و متحدن در این زمین. حالا این اتحاد در زمان محمد رضا شاه، ایران با اسرائیل رابطه خوبی داشت، ایران با امریکا رابطه خوبی داشت، حتی با انگلیس هم رابطه خوبی داشت، با اتحاد جماهیر شوروی هم رابطه خوبی داشت. اما از هنگامی که شاه آمد برای ایران دیگه 100% خودش رو وقف کرد و خواست ثروت ایران بیاد در خانه و در سفره ایرانیان، شما الان ببینید اینقدر مطالب ازش پیدا میکنید که میبینید با غرب درگیر میشه، با شرق درگیر میشه. مارکسیستای اسلامی ارتجاع سرخ و سیاه رو مطرح میکنه و به ساواک هم دستور میده که از پیشروی مارکسیستای اسلامی جلوگیری کنن. با آمریکا و غرب هم درگیر میشه رو مسئله نفت و اینا که صحبتش هست. اما اپوزیسیون اصلی شاه روسیست. روسی اون موقع تا جماهیر شوروی بود، ولی روسی خودش که رابطه خوب داشت که نمیتونست، مثل همیالان جاسوسی بهتون گفتم، مسئله جاسوسی، نمیدونست که خودش که رابطه خوبی داره که بیاد کار خرابکاری بکنه فلان. از طریق اقمار، قمرها، یعنی اینو میگن اقمار، اینا کشورهایی که دور برش بودن، تو دستش بودن، از طریق اونو کار میکن. کشورهایی که زیر نفوذ و استعمار و دست نشانده اتحاد جماهیر شوروی بودن، اون موقع کشورهای سوسیالیستی خصوصا عرب بودن و شعار سوسیالیستی رو اینها تا همین پریروز هم میدادن، الاشتراکیه و شعبیه.
اشتراکی یعنی سوسیالیسم، اتحاد جماهیر سوسیالیستی که بود، اینها هم اشتراکی را حزب بعث که میشل افلق ساخته بود و در سوریه و عراق بود با هم درگیر بودن، ولی با ایران متحد بودن که ترتیب شده. قذافی مخالف پادشاه بود، حتی کشور دیگه کمونیستی مثل انور خواجه آلبانی اینا هم همه ضد ما بودن. پس اینها نیروها رو تقویت کردن، از همه مهمتر روحانیت رو. روحانیت یک بخششون که توی عراق بودن از جمله خمینی، بقیهشون که در ایران بودن، اینها پولا رو کشورهای عربی از طریق سازمان اطلاعاتی انگلیس تقسیم میکردن به این آخونده حوزه ها، آیت الله میساختن. همین آیت الله که حکم میدادن پولاشون از خارج میاد، هیچ از وجوهات مردم نبود، کلک بود که میگفتن. پس اینها از طریق عربستان، انگلیس، روسیه، حوزه های علمیه، همه مساجد دست اینا بود از زمان شاه. یادتونم نره، بارها گفتم، بازم میگم، تأکیدم میکنم، از اون قدیم تا الان که حتی داره جنگ میکنه روسیه با در اوکراین، روسیه با انگلیس برای ایران متحدن. روسیه و انگلیس روی ایران متحدن، هیچ مشکلی ندارن. چه زمان هیتلر چه الان، همیشه اینا روی قضیه ایران متحد بودن هستن. اینو باید دقت کنید، گول نخور. بعضی میگن یارو انگلیسیه یارو آن، اینا متحدن. حالا این اتحاد موجب شد که بخش عظیمی از روحانیت از اونجا، بعد صدام حسین بروج اسلام سوسیالیست و پتروشوفسکی ها دادن، اندیشمندان روسی، کتابم نوشت اسلام در ایران پتروشوفسکی، و در اونجا اینها یک اسلام سوسیالیست نشون میدن، چون کشورهای اسلامی خرن که نمیتونن که بیان بگن آقا مارکسیست. من حتی خودم اون انقلاب ایران، اولش انقلاب سیاه ایران که شد جمهوری اسلامی خمینی، من در تهران چون مدیر روزنامه ارشاد بودم در می آوردم، مهمانی داده بود لیبی و منو دعوت کرده بودن، جلودم از اونجا اومده بود و روزنامه ما رو میشناخت چون نظر اطلاعاتی قوی بودن، از روزنامه من تعریف کرد که ما خیلی خوبیم و مردم گراییم و اینا. بعد قبلی که بخواد ترجمه کنه، اون موقع من عربی خوب صحبت نمیکردم، ولی خب میفهمیدم یه چیزی، به مترجمی گفت ببین این سوسیالیسم رو برای ترجمه نکن، به جای سوسیالیسم یه واژه دیگه به کار ببر، نگه سوسیالیسم اشتراکی چون اینا حساسن. من فهمیدم، گفتم جلوت من فهمیدم تو چی گفتی، نه من با سوسیالیست و اینا مشکل ندارم. خندید. یعنی کشورهای عربی چپ سوسیالیست بودن، روشون بود اشتراکیه به عربی میشه. پس صدام حسین وقتی میاد یک سری از نیروهای مسلح چریک و مجاهد خلق و اینا رو تقویت میکنه، زمان محمد رضا شاه اینا هواپیما دزدیدن بردن اونجا و و و و غیره، و یا نیروهای حتی فلسطینی از کانال فلسطینی نمیرفتن اونجا، آموزش نظامی میدیدن و فلان، اینا همه زیر پوشش اتحاد جماهیر شوروی بود روسیه. ولی عراق جایگاه مهمی بود، حتی قوی تر از سوریه، حتی قوی تر، چون در سوریه حافظ اسد علوی بود، حتی اومد با شاه هم ملاقات کرد، امام موسی صدر اومد با شاه ملاقات کرد، رهبر چریکای لبنان بود که از شاه هم پول گرفت. ولی صدام حسین، میشل افلق و اینها، اسمش حسین بود ولی اینها خونی با نظام پادشاهی درگیر بودن. به همین دلیل سقوط نظام پادشاهی رو اینا برنامه‌ریزی کرده بودن دیگه، اونقدر برنامه رفتیم گفتیم، شما هم خودتون خبر دارین، اصلا چم در آوردیم که وقتی که 5 سال قبل از انقلاب سیاه پادشاه میگه که دیگه نفت مفتکی به این غربیا نمیدیم و فلان، اینا پل ارتمن که رفیق جورج سوروس هست بود است و اینا، میاد تو زندان سوئیس بانکدار بزرگ پروژه سرنگونی ایران رو می‌نویسه، اسمش هم میذاره کراش 79، سقوط 57. این کتاب رو اینقدر معرفی کردیم به شما، هنوز هم پروژه داره کار. خب اینا برای که میخوان شاه رو سرنگون کنن، از 5 سال قبلم برنامه‌اش ریخته شده، حالا 7 سال 10 سال قبل، بعد اینجا خودشون در غرب مشکل نفت دارن، وضعشون خراب شده، برین مصاحبه های پادشاه رو گوش کنید تا آگاه بشید. خب اینا برنامه ریزی میکنن، بیزنس پلان مینویسن، برنامه ریزی میکنن. برنامه ریزیشون اینه که توی ایران نفوذ کنن. برای نفوذ در ایران، حزب بعث در عراق چندین ساله که هست، همه این نسلی که اونجا هست بعثیت شیعه و اسلام بازی اینا اصلا نبود در حکومت های اتحاد جماهیر شوروی، چه اونایی که تو خودش بودن چه اونایی که بیرون بودن، مثل لیبی و قذافی و عراق، اصلا اسلامی خبر نبود. همه حزب بعث و هر کسی